پروانه و داریوش گوهر، هنرمند تجسم. مامان من یه دونه درخت مگنولیا کشته تو حیات خونمون و این عزیزترین درختیه که رو همه خاک زمین وجود داره واسه من. اینقدر مامانم این گل دوست داشت. این بزرگی و سرحالی نیست درخت ما، ولی بزرگی هنوزم هست. نگاه کن بیا اینجا، بیا اینجا. توی مدرسه فرهاد که من میرفتم دبستان و راه نمایی، باغچه‌ش از این گلا داشت. و اینا نگاه کن، این ترشه که بکنی یه شیره شیرین داره. اینجا اونقدر شیرین نیست، ولی توی مدرسه ما اینقدر، یکی از تفریحات ما کندن و خوردن شیره اینا بود. خونمون خیابون هدایت، پیچ شمرون، پل چوبی، هدایت، میدون بهارستان. میدون بهارستان، من توی کتابم هم نوشتم راجع به خاطرات میدون بهارستان، برای که اونجا وقتی که من به خصوص اون اوایل وقتی از اونجا رد می شدم، من کوچیک بودم، ولی مثلا پدر مادرم یه چیزای تعریف می کردن همیشه از این میدون. تصویر پدرم که وای می ساد، دستشو دراز می کرد، انگشتشو به یه جایی اشاره می کرد و خاطرات سیاسی رو می گفت، مکانهایی که دیگه نیستن، نبودن اون موقع، از اونا می گفت. همیشه بر من با تصویر میدون بهارستان در ارتباط هست. سردر مجلس، اون شیرهایی که جوری حرکت آکروباتی کردن تو هوا موندن، از همون تصویرهای بچگیه. بعد اونجا قنادی یاس بود، از دور که نگاه میکردی اون سردر یاس، و اونجا پاتوق بچگی های من بود. میرفتیم تو این بوی خوب خونک خامه و خلاصه اون جعبه هایی که ردیف این نون خامه یا روش بود و اون گرد سبز مغز پسته، اونم خاطره و اون دور است. حالا هر وقت میرم میدون بهارستان، میرم کلانتری میدون بهارستان، که یک آقایی به اسم آقای کلانتر که مال پلیس امنیته و سال هاست من میشناسمش، و من اعلام میکنه رسمن که گرفتن مراسم برای بزرگداشت پدر مادرم ممنوعه. یه ورقه میذارن جلوم، یعنی این همون میدون بهارستان تبدیل شده به یه جایی که این سنگینی سالهای اخیر رو هم توی خودش داره. رفتن به کلانتری میدون بهارستان خیلی جزء کارهاییه که من هر ساله کردم.
تشییع جنازه پدر و مادر من هم از جلوی مسجد فخرالدوله که درست انتهای خیابون هدایت حدود 200-300 متر فاصله داره تا خونه ما، از اونجا بود تا میدون بهارستان. یعنی این میدون بهارستان که خب اولین جاییه که حضور سیاسی پدر و مادر من اونجا اتفاق افتاده به عنوان مکان، دفتر حزب ملت ایران که پدرم در اون دوره کوتاه حکومت دکتر مصدق دفتر داشت، توی همون میدون بهارستان بود. خاطره این که پدرم میرفته روی ستونای سنگی که اونجا جا به جای میدون بهارستان بود سخنرانی میکرده. این ستونا دیگه نیستن الان، ولی این میدون بهارستان به هر صورت با حضور سیاسی به خصوص پدرم و بعد هم توی اوایل دهه 40 تظاهرات معلمان که مادرم در شکل گیریش نقش اساسی داشت اونجا انجام شد. تظاهرات دانشجویی جا به جا اونجا بود. هر صورت یک مکان پرتاریخ برای زندگی سیاسی اون دوره و خب زندگی سیاسی پدر و مادرم، و به همین دلیل دوستای سیاسی اونا میخواستن که تشییع جنازه‌شون تا اونجا باشه و بعد از اونجا با اتوبوسا رفتیم به سمت بهشت زهرا. ولی اون سیل جمعیتی که اون روز آمده بود برای تشییع جنازه، مامورای امنیتی اتوبوس گذاشته بودن توی دهنه میدون بهارستان و اونجا دیگه مانع تظاهرات شد. یه جمله رو توی حافظه داری، بعد میری باید خودتو ببری عقب توی اون فضا تا دوروبر این جمله یا این تصویر جون بگیره، عمق بگیره، انقدر بری عقب تا خودت رو ببری توی اون فضای از دست رفته، گم، فراموش شده تا پیداش بکنی. و از اون وقت وقتی آدم پیدا میکنه یه جور ذهنی حرکت سیال خودش رو پیدا میکنه، اینو باید دنبالش رفت، دنبال این جریان یادآوری. کتابم از وقتی که شروع کردم به صورت عملی به نوشتن تقریبا 3 سال طول کشید، ولی خب قبل از اون حس این که من میخوام این کتاب رو بنویسم یواش یواش تو ذهنم شکل گرفته بود. اولش همون اوایل متوجه این شدم که من باید این کار بکنم یه وقتی، برای اینکه شاید بیشترین تأثیر رو اون لحظه ای داشت که بعد از 10 روز که از قتل پدر مادرم گذشته بود، خونه پدر مادرم رو به برادرم و من پس دادن. در تمام این مدت میگفتن که دستگاه امنیتی انتظامی همه اینها بایستی رد پای قاتلا رو پیدا کنن توی این خونه و اونجا محل وقوع جرمه و بنابراین بایستی آزمایشات مختلف انجام بشه. ما هی پافشاری کردیم، هی پرسیدیم تا بالاخره بعد از چند بار که هی گفتن میدن ما رفتیم سردوندن، بالاخره 10 روز بعد از قتل خونه رو به برادرم و من پس دادن و این خونه کاملا غارت شده بود. و بعد با یک بی‌حرمتی وحشتناک غارت شده بود، تمام کشوها باز،
لباس ها، پخش و پلا، تمام کاغذ ها و یا برده بودن یا پخش کرده بودن یه سری چیزا رو روی زمین ها. یعنی واقعا انگار که یک حمله انجام شده به اون خونه و این اتفاق نیفتاده بود موقع قتل، برای اینکه درست چند روز قبلش قاضی مسئول پرونده مال اداره آگاهی به من گفتش که من رفته بودم شکایت کردم، همون موقع به من گفتش که توی خونه شما یک گاوصندوق هست که ما کلیدش رو پیدا نکردیم و بایستی توش نگاه بشه. گفتم من خودم میام، میدونستم پدرم کجا این کلید رو میذاره، گفتم باید خودم بیام تا باز کنید جلوی چشم خودم. و با اون قاضی رفته بودم چند روز قبل توی خونه و خونه به هیچ وجه دچار این آشفتگی نبود. بعدها هم که پرونده رو خوندم دیدم که توش نوشته بود که تقریبا دو روز قبل از اینکه خونه رو به ما پس بدن از اطلاعات سپاه کسانی آمدن و یک وانت چندین کارتون مدارک از اون خونه خارج کردن و خب برای این کار اون آشفتگی رو هم به جا گذاشته بودن. جاد رفتن به اون خونه و تماشای اون پارگی کار که مثلا جا به جا زخم بود، آدم روی این زمین این خونه که راه می رفت انگار این زخم ها دل دل می زد. و اونجا من بیشتر از هر لحظه متوجه شدم که بایستی ثبت بشه همه چی، اگر چیزی گم شده بایستی پس گرفته بشه. و از همونجا شروع کردم به این تلاش، شکایت نوشتم در مورد اونچه که بر سر خونه و اسناد و مداره که زندگی پدر و مادرم آمده بود، خیلی پیگیری کردم، حتی از دفتر آقای خاتمی یک بار نامه‌ای گرفتیم ما که این مدارک بایستی به ما پس داده بشه، منتها هیچ وقت پس داده نشد. یه بار مدت‌ها بعد من رو خواستن، گفتن که میخوان یه چیزایی رو پس بدن. من رفتم روی یه میز توی ساختمان دستگاه قضایی نیروهای انتظامی که مسئول رسیدگی به پرونده بودن، روی میز همینطور یه چیزایی ریخته بودن و میخواستن از من یک برگه بگیرند که هرچه که برده شده بود پس داده شد. من قصد هوایی شدم اون کاغذ رو پاره کردم، گفتم که من خودم لیست میکنم این چیزها رو، اون لیست رو هنوز دارم. چند تا از چیزاش مثلا هست، یک کارتون کاغذ باطله، رسیدای فکس، می این چیزایی رو که واقعا، یا قبض‌های آب و برق و تلفن اون خونه، اینا رو برده بودند و به من پس دادند و میخواستن بگن که اینا چیزایی بوده که از زندگی پدر مادر من باده بود. پرست این نوع از تجارب بود که باعث شد من بفهمم که من بایستی بگم، روایت کنم، برای اینکه بسیاری از مدارک به غارت رفته در دوره‌های پیاپی، فقط هم در اون دوره نبود. سال 61 که پدرم رو بازداشت کردن بسیاری چیزها رو بردند، خونه های دیگه‌ای که آرشیو داشتند اونها ریخته بودند و خیلی چیزها رو برده بودند. زمان شاه هم همینطور، یعنی هی یورش های پیاپی کنده بود تاریخ رو از دل این زندگی. مثلا همین من میدونستم که باید این کار رو بکنم، منتها طول کشید تا بفهمم چه جوری من چه کار میتونم بکنم، چون من که مورخ نیستم، من که تحلیلگر سیاسی نیستم، باید زاویه خودم رو برای روایت کردن پیدا میکردم. این طول کشید، بعد هم بایستی فراغت این رو میداشتم که بتونم چنین کاری که به هر صورت کلی زمان، میدونستم زمان خواهد برد،
دشوار خواهد بود رو بتونم انجام بدم. تا بالاخره تقریبا 3 سال پیش شروع کردم به نوشتن و خب خیلی کار دشواری بود. سعی میکنی فضای خونه کودکیت رو انقدر ملموس بکنی که بتونی طوری بنویسی که خواننده خودش رو تو اون فضا حس کنه. یه فضای دوروورت یه جوری رنگش رو میبازه، اون فضا فضای اصلی زندگی و حضور تو میشه، فضای خاطره. و اون وقت زمان حال کمرنگ به نظر میاد. ولی باید بگم مثلا همیشه هم خیلی تلخ نبود، خیلی جاهاش هم خیلی این وقتی تو پس میگیری روی چیزی رو، انگار داری یه حضوری رو پس میگیری، هم از فراموش شدگی پس میگیری، هم در واقع در مقابل یک سیستم سرکوب با این پس گرفتن یه جوری فکر میکنی که وایسادی. این ارضاء انسانی داره و من برام این مهم بود، خیلی اینو کشف کردم. خیلی در هر مرحله وقتی تو مینویسی انگار بر علیه این فراموشی، بر علیه این سرکوب کاری داری انجام میدی، این التیام میده، ارضا انسانی داره، یه جور انگار میتونی در مقابل اون وایسی. این خیلی خوبه، حس خوبیه، حس شریفیه. نه آدم مرحله به مرحله حس میکنه، در میابه، خوبه این. یعنی صرفا تلخ نبود، این بچهش هم داشت، اینش زیباست. آره توی این بازآفرینی خاطره که میگی خیلی جاهاش نزدیک شدن به مادر و پدرت هم هست. بله، بازیابی اوناست، بازیابی اون زندگیه که تو میدونی آخرش تبدیل شده به اون جنازه ها، پسشون میگیری، از مرگ پسشون میگیری. لااقل تا اونجایی که میتونی. آره. ولی در این حال همیشه رد پای افسوس هست، همیشه حتی توی اون یاداوری شیرینی اون خاطرات تو سایه این فاجعه رو داری. این همزمانی دشواریه. من یه برصد با این قضیه من خیلی کلنجار رفتم، کلنجار حسی و ذهنی، با قتل پدر و مادرم، با اینکه چه اتفاقی میفته برای آدم. و اون چی که هی دائم بهش برخوردم این همزمانی حساییه که به صورت طبیعی خیلی متضادن با هم. مثلا وقتی که به خونه فکر میکنم، خب خونه به خصوص بعد از برخورد من، خونه همیشه با حس کودکی هم همراهه. خونه وقتی که من میگم همیشه یه جوری تداعی اون خونه پدر مادرمه، یاداوری تمام اون خاطرات شیرینه، یاداوری تمام اون انباشت زندگیه که اونجا من تجربه کردم.
و یادآوری دوست داشتن اوناست توی اون فضا، ولی در این حال او خونه قطعگاه دقیقا همون دو نفره. این همزمانی ناممکنه، همزمانی خانه و قتلگاه خیلی سنگینه، ولی هر دوتاش هست توی اون خونه، هر دوتاش هست، هر دوتاش سر جای خودش هست. اون خونه فقط قتلگاه نیست، فقط هم فضای امن نیست، فضای امن خاطرات و دوست داشتن نیست، هر دوتاش هست. و این تحمل این همزمانی و این تضاد دشواره، ولی در این حال به نظر من همینه، وگرنه تو چشمت رو به روی یکی از اون دوتا باید ببندی و این تبدیلت میکنه، پیچیدگی تو ازت میگیره، تبدیلت میکنه به انسان یک سویه که یا میخواد تلخی رو فراموش کنه یا میخواد خودش رو صرفا به کین و خشم بسپره. توی کارام هم همینه، توی کارهای هنری من به خصوص به مرور بیشتر هم شده همین تقابل و همزمانی حسای متضاده، زیبایی و خشونت، تبدیل پذیریشون به همدیگه و اینکه بیننده رو در شرایطی قرار بدی که این تبدیل پذیری رو ناچار باشه تحمل کنه، بارش رو بکشه، این بار انسانیه. ولی کشف این تضاد بین قتلگاه و خانه رو که برات قشنگ واضح شد، شکل خود این زمان میبره آدم. آره، اولش که نمیفهمه. دقیقا زمان برداره. سال 1385 یه بورس داشتم در روم، در واقع یک جایی بود مثل بهشت، اون جایی که آتلیه من بود، بورس یک ساله داشتم برای کارم و خب اونجا خیلی اون زیبایی اون شهر، روم واقعا زیباست، یکی از زیباترین جاهای دنیاست برای من، زیبایی بیزمان اون شهر، طبیعتش و اون فضا خیلی در تضاد بود با تمام اون خشمی که من در خودم داشتم. در طی سالهای قبلش اساسی ترین و عمیق ترین حسای انسانی من خشم بود، عذاب بود. یک باره این زیبایی انگار من معجزه کرده بود، به این خودم نمیتونستم بفهمم چطور من میتونم اینقدر زیبایی رو حس بکنم، منی که اینقدر خشم دارم. و دریافتن این که برای من خود این تکرارشه که یک روند انسانیه، بدون این خودم رو از دست میدم، خودم رو از پیدا نمی کنم دیگه. این توی این تکرار تو ایستادگی می آفرینی و توی تحمل این تضاد بین زیبایی آزادگی، شرافت انسانی و خشونتی که اون رو له میکنه تو استقامت میکنی، توی این تحمله. من برای این تحمل باید شکلهایی پیدا کرد، بایستی کاری کرد که فقط از یه حس بستی درونی در بیاد، بلکه نمودهای بیرونی پیدا کنه تا هی
خودش رو بتونه بیان بکنه. این هم میتونه توی کار هنری باشه، هم توی بازگویی خاطرات باشه، هم توی گفتن این باشه که چه اتفاقی افتاده، توی پافشاری بر سر این باشه که بایستی دادخواهی کرد. این بازیابی این روندها توی اون دوره خیلی ملموس شد برام، در اثر همین شاید فکر کردن دقیق تر به یا دریافتش، انگار که رسیده بود دیگه توی ذهن، میدونی بایستی به یه بیان میرسید. اونجا که فکر کردم این خیلی زیاد به خونه فکر کردم، مفهوم خونه، و بعد دریافتم که خب این چطوریه برای من. دقیقا هر دوتاش هست، همون لکه های خونه، همون صندلی روبه قبله شده پدرمه به روش کشتنش، همون بالا و فرش خونیه که مادرم رو روش پیدا کردن، هم اون پل را پله هاییه که پدر مادرم اون بالاش وای میستادن وقتی من میومدم با روی گشاده با من سلام علیکم کردن، هم صندلی هاشونه که روش میشستن و جای ثابتشون بود که حرف میزدن و بحث میکردن و بودن، همون تخت خوابه، همه اون چیزهایی که حضور اونها رو داره و در این حال اون جایی که کشته شدن.